سلام بینندگان عزیز و برنامه گفتمان خوش آمدید سردار محمد داود خان به روز 26 سرطان 1352 خورشیدی در همکاری با جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان با راه اندازی کودتای به سلطنت 50 ساله محمد زایر پایان داد و نظام جمهوری را در افغانستان اعلان کرد شماره بر این باورند که این رویداد مرحله تازه ای را در حیات سیاسی افغانستان گشود و به سلسله حاکمیت های خانوادگی پایان داد اما شماره دیگری بر این باورند که داود خان با این کودتا به دهه دموکراسی یا دهه مشروطیت پایان داد چنانچه دروازه پارلمان بسته شد قانون اساسی ملغا گردید آزادی بیان یا آزادی نشرات نشریه های غیر دولتی بسته شد و به همین گونه قانون اساسی نیز ملغا کردید و دهه دموکراسی یا دهه مشروطیت پایان یافت همچنان باورهایی وجود دارد که نظام داود خان زمین سازی آن شد تا حزب دموکراسی خلق افغانستان در پشتیبانی اتحاد شوروی به قدرت برسد و همچنان پلی شد برای تجاوز اتحاد شوروی به افغانستان آیا ما هنوز تاوان اشتباهات سیاسی داود خان را می پردازیم؟ یا اینکه داود خان با این کودتا افغانستان را وارد یک مرحله دیگری از زندگی سیاسی اجتماعی ساخته است؟ ما این بحث ها را با مهمانان خود در میان می گذاریم. در بحث این هفته اشتراک دارند جناب غلام محمد محمدی تاریخ نویس و جناب یونوس فکور آگاه مسائل سیاسی اجتماعی جناب نجیب الله منلی نویسنده و پژوهشگر و جناب اسدالله ولوالجی نویسنده و پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی با ما هستند بحث خود را با این مهمانان خود آغاز می شما خوش آمدین دوستان عزیز به بحث جناب محمدی می سوال اول با شما در میان بگذارم که چی دلایل یا انگیزه هایی سبب شد که داوود خان با یک کودتای درون خانوادگی دست بزنه یعنی در حقیقت یک اقدام بر ضد خانواده هم بود یعنی اون انگیزه هایی که سبب شد این حرکت به وجود بیاد به نظر شما چی بوده اگر ما بخوایم که داوود خان چرا کودتا کرد با یک بحث علمی سرش بکنیم باید به با گذشتهش بریم یا به حریم خانوادگیش داخل شیم یا به حیات خلوتش داخل شیم تا وقتی که گذشتهش نشناسیم ما نمیتونیم اون بشناسیم اول خصوصیات شخصیش است که از خصوصیات خوب شروع میکنیم یکی در گذشته سر صدا بود که کافر بود یک خصوصیتشی بود کافر نبود مسلمان بود دومی که خائن به وطن نبود آدم صادق به وطن بود و سوم از لحاظ سیاسی آدم فاسد مثل بعضی های دیگر دیروز امروز نبود از لحاظ اخلاقی خودش و خاندانش و آدم پرکار و آدم کار غیر از و آدم این ویژگی های اخلاقیش اوامل عینی سیاسی اجتماعی در جامعه باید بوده باشه که اونها دست به شخصی این اقدام و اوامل خانوادگیش بعد به گذشته دورش هم اگر نریم یادم بجز با قدرت مطلقه به دیگه چیز به درجه دوم قانه نبود در گذشته این دو نوع عقده داشت یک عقده کوچک خانوادگی داشت و یک وقتی هم کلانتر ملی داشت که به گذشته ها اجدادش میرسه که ما سر زیاد بحث نمی کنیم اما میدانند و کوچک کوچه خانوادگیشی بود که اینا سردار یوسف خان دو زن داشت یکیش نادر خان و شامامود خان و شوالی خان از یک زنش بودند و محمد عزیز خان و آشم خان از زندگیش بعد از اینکه چی کشته شد این خانواده نادرخان در چند موضوع دخیل بودن یعنی به حساب نقش عمده داشتن در جامعه مثلا در قتل امیر بلا خان سراج در کلگوش لغمان چهار حلق امنیتی اینا بودن در نقش داشتن و بعد جنگ استقلال امیر سه برادر نقش داشتن بعد ده سقوط امیر بلا خان اینا نقش سی برادر داود خان فکر میکرد که با این حرکت بسیار بطی به سوی توصیه و انکشاف در افغانستان و او هم در قرن بیست یک حالت خوب نیست و شاید فکر نمیکنین که برنامه هایی داشته و برای به اصطلاح سرعت بخشیدن به توصیه و انکشاف این نظامی سلطنت مانی این اهداف می و بعد به کود تازده سده؟ تا جایی که اسناد تاریخی نشان میده یادم دو عد نبوده که میگن که خاص و للایی به خاطر جامعه و مردمی کار کرده باشه اینا ما باز اثر میگیرم که به این فکری بودن بعد از کشته شدن نادرخان که اگر سلطنت به زایش ها رسید او روزا آشم خان کابل نبود اگر سلطنت به زایش ها میرسه و صدارت هم به آشم خان میرسه چون پدر اینا کشته شده بود آشم خان ای دو داود خان خان مثل فرزندش بزار کرده بود اینا به این فکری بودن که صدارت بر ما میرسه میرازی است اما وقتی به شامود خان رسید اصاب اینا خراب شد خب از ده سال حاشم خان صدر اعظم بود بعد از اجده سال, ده سال شما محمود خان صدر اعظم شد در سقوط حکومت شام محمود خان بازم به صدراتش باید بریم در سقوط حکومت شام خان یادم خان یاده هم نقش بسا فعال داشته داود خان از کلوپ ملی استفاده کرد، از اتحادی محسلین استفاده کرد، از ویز استفاده کرد، از دهی دموکراسی هم استفاده کرد برای او تشکر شکر باشنا برمیگردیم این بحث ای ای ادامه در پرسش‌های بعدی جانوی فکر بعضی هم باور به با این داره که داود خان در اندیشه رهبری جامعه بود یعنی میخواست فرد اول جامعه باشه حتی بعضا گزارش‌های وجود داره که زمانی که در قندهار هم نایب الحکومه بوده به والیان اون محل وظیفه داده بود که به گونه تبلیغ بکنن که شایسته رهبری این, آدم است شما فکر میکنین که تنها انگیزه های داود خان انگیزه های خودخواهانه بوده یا مسائل دیگه هم دخیل بوده یک مسئله و برای بسیار کسای این سوال وجود داره که داود خان که رابطه تشکیلاتی با پرچم جناه ایزبی دموکراتیک خلق داشت چیگونه در این گونه یک امر مهم اعتماد کرد با پرچمی ها که بر, بر, بخیزه و یک کودت های خانوادگی را راه اندازی کنه این اعتماد ریشه هاش به کجا برمیگرده داود خان ترزای چی زما فکر دی دا یو کو تاسو چې ولغه دوا شخصیت ته دی چی یو د کارو ادارې په ځمان کې دی یو د شخصي دي. وفادار سړی اخلاق او اخلاقي سړی وو با وسله سړی وو مارې فروارو ترقيه خوشېدل قدرت خوشې دی چی د دلارې او دغه اداري دوه مرحلې دي یو هغه پوسټونه چې د نظامی پوسټونه لري رئیس تنظیمی د مشریقي وزیر دفاع وزیر دفاع بیا په کندهار کې رئیس تنظیمی با د سېپلین سړې دي اسکر او بیا د صدر اعظمي دور شروع کیږي تبې چې د د صدر اعظمي او وزارت دفاع دور داسي وو چې د وکرایس وا غورستلو اوردو تجدید کی تجدید زی کی افغانستان صنعت انکیصاب امریکایانو یاداو چې د روسانو سره حساب داسي دا و چې د سیمه تقسیم کړي و مداخله نه کول خو مرسته ونه کړل دی د روسانو باندې پیښ وردو نیوی سمفونيه تجینس کړه ټانک زریدار تیاری عسکری نوې دسیپلن ورکي اوردو تنظیم کړل نه دادد دا دا. او صنايعي کتابځی ته د معلوم دي د زمانی چې د پولی ټېکنيک پونزی ته ټېکنيکوموندي چې د فارم دي د غازیابات فارم دي روسان شورویان سرده نذیکیر نزدیکیش با جناحي پرچم هم علاقه منديش با طرفي شوروي سابق بود یعنی کې که... د ووتخانو میګن چې یو کس یود کې شورويو بلایي سرمایه‌ګوړی میکد او خودش هم علاقه درش بعد ازي کې با امریکایو با تفاهم نه تا نیس برسه د 20 مسایل اونځو نزدیک شو تصور میکونئ چې د پرچمیا اعتمادش از مينځو بر میګرده زه فکر کوم چې د پرچمیا نو سره د رابطه چې په هغه ځمان کې اسناد نسته داس ویل کیږي چې بابای ملت د تریکی سره یو څه علاقه ولی میگن در دوران شاه خان که کلوب ملی یا این چیزا ساخته شده بوده او. که اونجا ببرک کارمل هم بوده و اینام بوده او. یک مقدار از زمان صدارت شاه خان داود خان به گونه با کارمل و یک مقدار با ترکی هم در تماس بود او ده کارمل غیویل کیری که ده ناس تولار نجدیکت ده داود خان سر ولی تر ځای چې ما تشاهیدانه ویلی دي چې اته کله چې د سور کوده تا په جرییان کې وو او دا مشرانې پرېړو افغانستان کې وو صاحبمن صاحبن منطقه سکی چی ده کارمل تلاش دا و چې امین تیول چې داوت خان وایت ونه وشلسی داوت خان وایت ونه وشلسی تشکر جنوی منلی بسیاریا باور درنه ک داوت خان د دوه مرحله ژوندۍ سیاسي خود کې بسیار مهم بوده د افغانستان کې دوره صدراتش پس از شمامود خان و دغه دوره ریاست جمرو د دوه دوره په تمام حرکت های دیموکراتیک و مدنی مخالفت کرده اعذاب سیاسی را ممنوو ساخته پارلمان بسته میشه و به اخره کې یک نوو حکومت به اصطلاح تک میور بگم یا یا با وجود میه و از این نقطه نظر میگن داوود خان در امر رشد تفکر مدنی و تفکر دموکراتیک در افغانستان مانی بوده شما دریافت شما در چی چگونه است داوود خان یک شخصیت پیچیده داشت هم در دوره صدارت خود کارهایی را که کرد در مورد امران افغانستان در پروژه های اقتصادی در پروژه های علمی در ایجاد ساختارهای علمی در افغانستان یک نقش تجدید آور داشت و در این زمان قسم که شما اشاره کردین تجربه سیاسی را محدود در ساخت باور شبایی بود که اگر افغانستان از یک دست اداره شود نتیجه بهتر خواهد داد و مخالفتش با شاه در دوره دهه دموکراسی هم به همین اساس بود که یک نظام مشروطه چندان به ذوق داوود خان نبود پس هم در وقت و هم در زمانی که به ریاست جمهوری رسید طرحی که در خطاب مردم بیانیه اولش پلان اقتصادی که بر افغانستان مطرح شده بود پلان اشتباهی که برای فرانسه مطرح شده بود یک برنامه نوساز بود اما در این زمان محدود ساختن آزادی ها و یک نوع خوشکاندن محدود ساختن نیست که بلکه تمام جلوه های آزادی ممنوع شد یعنی دیگه احزاب سیاسی فعالیت نمی کردن. پارلمان بسته شد و قانون اساسی ملغا شد جالب این بود که داود خان گفت که این قانون اساسی یک قانون اساسی به اصطلاح یک اصطلاح بسیار چی به کار برده و دوره مطلق اینانی به کار به و اینم قلاوی کلمه قلاوی به کار برده بود و گفته بود شما منتظر یک حکومت دموکراتیک بر اساس قانون اساسی تازه باشین این پیامایش بود یعنی معلوم میشه که با آن چیزی که به نام در دهه دموکراسی دستاوردهایی بود به با هم بالای همشان خط کشید بالای همشان خط کشید و وقتی که قانون اساسی خود داود خان شد مهدیت هایی که بر آزادی ها در زمان اول جمهوریت وضع شده بود تحکیم یافت یعنی داود خان به نواواری باور داشت اما به با دموکراسی باور نداشت و آخر فقط خودش یک حزب ساخت که اون یک حزب دولتی بود و اتفاقاً اون حزب مورد استقبال واقع نشد و از بیشتر افراد دولتی بود که در اون حزب میرفت به خاطر تحکیم موقف شخص رئیس جمهور ساخته شد حزب ایدئولوژی از خود نداشت حزب مفکوره خاص خود نداشت یگانه چیزی که بود وظیفه حزب حمایت از رئیس جمهور و از موقف رئیس جمهور بود و تصور به بود که مثل که حزب بحث عراق بود یا در سوریه بود احزاب باشند که در خدمت رئیس جمهور باشند و رئیس جمهور در کارش همراهی کنند و بعد از اگر رئیس جمهور از بین میره کسی بیایه که تداوم رای رئیس جمهور برحال باشه فکر می کنید حزب این روحیه ساخته شده بود قوانین هم که در روزمان زمان تصویب شد شما باید دارین که قانون جزای افغانستان در وقت تجدید نظر شد بیشتر جنبه سرکوبگری در قوانین ظاهر بود و ایجاد یک فضای صد فیصد مدیریت شده را میتانیم که مشخصه زمان داود خواهد بدانیم یک وقفه کوتاه داریم دوباره به برنامه برمیگردیم با ما باشید جناب والوالی از اون بیانیه معروفی که داود خان داشت خطاب به مردم افغانستان پیشترم میشاره شد که اون نظام شاعره در دهه مشروطیت به نام نظام مطلق اینان به کار برد و قانون اساسی قلابی ولی بعدا جناب داود خان رئیس دولت بود صدر اعظم بود وزیر دفاع بود وزیر خارجه بود و همچنان رئیس یک کمیته که در قط حکومت رهبری میگه تا مدتی بود که خود در راسی از او بود که حتی اون کمیته اعضایش هم درست معلوم نشد تا آخر که اینا کیا بودن شما فکر میکنید چی تناقضی در شخصیت اینا وجود دارد که مثلا کسی که از مطلق اینانی گپ میزنه و میه و تمام اختیارات مملکت در دست میگیره و باز نامش هم میگذاره جمهوریت یعنی جمهوریت در قطع آن چیزی که جمهوریت گفت داود خان یعنی عبور بود به طرف یک دولت خودکامه کودتایی متمایل به اتیاد شوروی اصلا در هر وقت دو جنو وجود داشت یکی جنایی که زیاد دکتاتوری رو بپسنده و طرف دموکراسی می رفت در طرف دموکراسی شا خان و خانواده از این بود و طرفی که به دکتاتوری تمایل داشتن آشم خان و نایم خان و داود خان و از لیاز روانی هم آشم خان بالا زایر شا به اندازه فشار آورده بود که حتی گب زده نمی و در مقابل یار زیاد رشد دا داود خان و اگر کم چیزی تاثیر دو رو روانی هم داوود خان بالای زورش داشت که زوال باید. اما وقتی که ما میگیم داوود خان خوب دیکتاتوری خوب گفته که دیکتاتور دموکراسی قلابی بود و از دموکراسی جدید میاریم. ما تصادفا وزیر دفاع وقت رسولی با کوکوی ما یک جای وظیفه ایجاد میکند در پوزیتر میومد در خانه اینو صحبت میکردن ما صحبت های خود رسولی ای در رسولی را میشنیدیم که داود خان با یقین است که برای دموکراسی یک بیستر ضرورت است در افغانستان و بیستر که دموکراسی پذیر باشه وجود نداره ما پیش از که بیستر دموکراسی را بسازیم دموکراسی را اوردیم. و این دموکراسی سبب شد که مزایرات شش ماهی که شد و قطعی و یک جای شد. کشور خراب فکر میکنین که این دیدگاه داود خان یک دیدگاه درست بود؟ درست بود واقعا یک بیستر ساخته نشد برای آمدن دموکراسی. وقتی جامعه مدنی وجود نباشد دموکراسی هم وجود نداره وقتی جامعه مدنی شما میتونه بیستر برای چی برای دموکراسی بسید یک اصلی سکی را کلان به این عقیده دارن سویب و داود خان به می عقیده بوده اما وقتی که دموکراسی قلابی گفت دموکراسی زایرشا رو گپوش ما دقیق است که خودش واقعا علی دموکراسی قرار گرفت زمانی حکومتش و قانون را کیسا قانون نبود که بیشتر بسازه به دموکراسی اما از لحاظ مدنی در یک تحول آورد در حکومت سازی در موضوعات در پیشرفت تمدن ساختن او ارتش ساختن دولت این و دو تشکیلات دولت را جناب کمک کرد به دموکراسی که, که... جناب محمدی اگر بیستر برای دموکراسی وجود نداشت بعدا خود داود خان هم هیچ بیستر نساخت می خواهم بگم که کابینه یا حکومت داوود خان یک حکومت ائتلافی بود وقتی شما به کابینه مراجع میکنین در اونجا تعداد از افراد پرچمی را میبینین و تعداد از هواخواهان داود خانه. و اولین حملات داود خان به شخصیت های مثل مایان میاندوال که او کشته شد که بعد گفتن که به وسیله نکتای خود چی کرده و بعد حملات به سازمان های سیاسی دیگر یک کسی که معتقد به دموکراسی باشه چرا مثلا تحمل موجودیت اعضا و سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی را در جامعه نداشته باشه و همون گونه در قت عمل کرد که مسکی هاشم خان با مخالفان سیاسی میکرد شما چی میگین در دا باره داوود خان او قسمی که خودش گفته ظاهرا نژاد سیاسی نه به دموکراسی معتقد بود و نه به حکومت مردمی او زیر سایه آشم خان کاکای بزرگ شده بود یک آدم مستبد بود خودش هم خانم. حتی استاد خلی میگه که در زندان ها یا نعیم خان و داود خان هم خان یا از ما تحقیق میکردن وقتی من را داخل بودن میبینم داود خان و نعیم خان و آشم خان شسته هستن که فرق قدر از ما سوال پرسیدن سوال ها جواب دادم بیرون که برای زندانان و داود خان باز زنگ زد داخلش دو من را گفتم که استاد خلیل تا نگاه دیوانه دیوانه نشد؟ گفت من حسابم خراب شد از بیرون صدا کردم که سردار صاحب همه ظلم که باید توان شده شده باشی یعنی او آدم کاملا آ... 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 خسلت استبدادی داشت در قانون اساسی زایر خان یک ماده است در م... ماده 24 از فکر میکنم در اونجا تقریبا دست و پای اعضای وابسته به خانواده از نظری سیاسی و فعالیت سیاسی بسته شده که اعضای خانواده نمیتونن حزب سیاسی بسازن نمیتونن مثلا عضو کابینه باشن نمیتونن صدر اعظم باشن و اعضای خانواده نمیتونن امتیاز خانوادگی خود را ب... مثلا صرف نظر بکنن بسیار کسا فکر میکنن که این ماده خاص برای داوود خان ساخته شده بود که ایره از تمام فعالیت های سیاسی دور نگه کنن میگن یه این ماده هم در یک انگیزه بزرگی بوده باشه برای داوود که یک چنین کودتا را به راه داود خان وقت صدارتش 1961 که رای ارتباط افغانستان و پاکستان خودش قطع کرد اگرچه مرحوم پجواک برش پیشنهاد کرده بود کنفرانس بلگراد که به پاکستان نده اولتیماتیم که شورای ضعیف هم حتی ضعیفتر هم قبول نمی کنن. ولی با خودسری اولتیماتیم داد دا و خودی دروازه مملکت بسته کرد بعد از 61 تا 63 تمام دروازه مملکت از رای زمینی که غالبا بندر کراچی بود بسته شد و وضع مملکت از لحاظ اقتصادی و تجارتی هم خراب شد در سال و۳ این یک پیشنهاد داده بود بر شاه که دو مواد داشت یک موادشی بود برای یک بزرگ سیاسی ساخته شد و یک نفر یک حزب اداره کنه قدرت هم دست یک نفر باشه ماده دومشی بود که دست اعضای خانواده سلطنتی از قدرت باید کوتاه شود اما شاه به جواب برش نداد اما او ماده دوم پیشنهادش بعدا وقتی که دکتر یوسف پیشنهاد کرد است دارد ماده دومش عملی کرد یعنی تا وقتی که آشم خان, خان و داوود خان سعد اعظم و زارجا اصلا پادشاه نیست دی جرمی دی جنایتی دست ها شریک نیست به هیچ وجه تشکر. و تمام جنایت اینا انجام دادند بعد از او که دکتر یوسف آمد از شاه پادشاه شده و به او سبب اینا خانواده سلطنتی که در استبداد بودن میگفتن این انارشی است این قانون نسی ای یک قانون انارشی است جناب فکور بعضی کسا باور باید دارن که داوود خان در ریاست جمهوری خود دقیقا با همون دیدگاه های سیاسی یا با همون سیاست بیرون شد که در دوران صدارت خود داشت دو در مورد روابط خارجیش دو جملهش بسیار زیاد مهم است که یکی در مورد در مورد شوروی سابق گفته بود که رابطه ما با اینها خلل ناپذیر است و دوم در مورد پاکستان گفته بود که آن اختلاف تاریخی و سیاسی که ما با پاکستان داریم بر سر خط دیورند همچنان باقی است گفته میشه که این سیاست از یک طرف افغانستان را بیش از حد وابسته به شوروی ساخت و از طرف دیگر پاکستان یک بار دیگر حساس ساخت در مورد افغانستان و بالاخره مشکلاتی که بود که شما میدانید که روز به روز دامنگیری دولت داوودخان میشد فکر میکنین که این این گونه برخورد داوودخان وقت چقدر اشتباه بوده د دخپل کودتا د دې سرچشمې اخستل چې یو ډیر د خانوادگی اختلافات او حق فشارونه چې دلی دلی دل و خصوصا دیوي چې د بد ډیر د سردار ولی سراتله د اغه نجدي کټشاته داته او کله چې دای بیکاره کیږي ا بیا منځوي کیږي د دثره د ببر کارمال رابطه قوی کیږي وله د کارمال صاحب د یو سیاست دا و چې د انقلاب د لاري او د کډه تا د لاري خپل دفتر نه سور رسیدلې د سلطنتي خاندان د یو معتبر عضو سره پرابطه سره کولې سی قدرت ورسره چې داغه په نتیجه کې کی... کله چې د بیکاره کیج د د نږدې کټ ببرک سره زیاتېږي د ببرک څینی صاحب منصب د توادي ورکوې چې په کو د تا کې شرکت سره سرقی... کوي د روسانو اطمینان دغه موقتی کامیابی ته اڅیږي ورکې په زائر جمهوریت جوړکم لکه چې دلته استادانو ویل چې هغه اغا... د جمهوریت نو نومي جمهوریت پرلمان د مانځل اړې مټبات ختم سو عذاب خونو د اجازه نور کول د د علاقه مندي دا و چې د تر کنټرول لاندې افغانستان ترقي وکي زایری اقای فکور یک سوال دي ګم گفته میشه ک اون خطابې به مردم افغانستان زیات محتواي ب دا سوسیالیستی داره و حتی گفته میشه که اون زیر نظر پرچمی ها و حتی مشاوری شوروی تهیه شده باشه یعنی yani, از همون خاطر جناه پرچم خوده منحل اعلان کرد گفت چون آن چیزی که ما میخواهیم در این بیانیه آمده و ختمه شی دولت است ما منحل فکر میکنیم که این مسئله چ گونه اسازم <تصفح> <در> <تصفح> انتباع خو دو زوانان هغه وخت چ د زینو نورو مشهرانو سره چ ده خپله کارمه لورته لیکلیده د شورویان په مشوره سر او سره هوت شي کارمل دوی ترغه زمانی چې داوت احساس کړي چې غربيان متر فشار لاندې ني سي پاکستان چې ترغوچ دوی بر طرفه کوي یستکي چې بیا کارمل خپل وایي چې سابق د پماره میګرفت د تقرر والی او قومندان حال نه میگیره دا غ روس د دې پدې اشتبابې چې د رنج د کټ شوروي او پرچميانو ته سبب د دې سوچي د غرب او پاکستان د خاطر شارلند راسي هغه زمان دي چې بیا پرد نه وخت دی دلته اخوانی ګروپونه نور چپی ګروپونه د د مثال څخه داس پیلوې کې چې د اوج د انقلاب او دې قاننن راپورته کول دا مشکل کار دی پورته کینو پوزو کې لکه داوت خان چې کده تا وکړله کده تا وکړي هغه اخیری نتیجه تسویل دی لچی کله د شورووی او بابرک د جناص خلیر کیږي شورووی او بابرک د دواله جنايي ورته یو ځای کیږي تراکی او اوبرک ایتیاټ کی اغه مشهور واقعیه د خیبر پېشيجه د دوه گروپ اغه په یو سیاسي سناریو باندې داود خان جناب فق المګر په املاچی د بارب سرخونه شکر <تصو kalo navalipple> جناب منلی فکر میکنید ک پرچمی ها خاصن ک برای رسیدن به قدرت از داود خان یا به حیثیت یک افزار استفاده کنند یعنی ک یک مرحله باید اینا سپری کنند در یک دولت که تا به صورت کل به قدرت برسند نظام داود خان برای اینا در یک مثل یک برزخ بود که باید به با اونجا برسند و از دنبال اهداف خود بودن در این ایتلاف با داود خان داشتند موضوع فکر کمی عمیق تر است وقتی که ما تاریخ افکار سیاسی افغانستان را مطالعه می کنیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سال 1965 ایجاد میشه و بسیار زود با یک انشاب مواجه میشه. این انشاب طبعا یک بود شخصی داشت. ببر کارمل و نور محمد ترکی هر دو میخواستند که رهبری حزب داشته باشند و مو... مسائل شخصی در انشاب نقش داشت مگر مسائل تئوریک هم در اونجا بود و موضوعی که از چند سال در جهان سوسیالیستی مطرح بود فرق بین دموکراسی مردمی و دموکراسی ملی که در مبحث سیاسی وجود داشت در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم شو پیدا کرده بود حزب جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان پشت ازی طبقه کارگر کشور. طرفدار دموکراسی ملی بود و حزب دموکراتیک خلق افغانستان پش آهنگ تبقی کارگر کشور که جنای خلق بود. طرفدار دموکراسی مردمی بود. ذات فلسفه یا امی فلسفه‌ای این ائتلاف در کجاست؟ داود خان از پرچمیا چی میخواسته و پرچمی ها از داود خان چی میخواسته که آمدن در یک دستگاه و حتی امروزه مورخان می نویسند که بسیاری از کارهای شد حملاتی که بر جریان‌های های دیگر شد بیشتر جنای پرچم بوده که او حملات انجام می داده. پرچم یک دستگاه داشت یک حزب داشت یک سازمان داشت داود به این سازمان نیاز داشت داود یک فرد بود یک فرد از اشرافیت بود با مردم رابطه مستقیم نداشت می تانست از طریق پرچم رابطه با مردم برقرار کنه در مقابل پرچم و کارمل با توجه به ایدئولوژی دموکراسی ملی فکر میکردند که از طریق نفوذ در دستگاه دولت اونا میتونند که با ایجاد تغییرات کمی در سطح زندگی مردم به تغییرات کیفی به سوی انقلاب راه بکشایند و این تلاقی هر دو نظریه باعث شد که پرچم و داوود خان با هم یک شوند تشکر جناب منالی جناب والوالی جی گونه که گفته شد بعضی کسا باورش است که نظام داود خان یک پل بود یعنی پلی که شوروی از اون عبور کرد و او دلیل به این بیارن که موجودیت پرچمی ها در درون دستگاه و نفوذ بیش از حد مشاوران روسی و وابسته شدن بیش از حد نظام داود خان به شوروی سبب شد در نهایت که این کودت های هفتی سور با وجود بیاید و بعدا زمین سازی تجاوز اتیاد شوروی شد شما از این نگاه نظام داود چگونه نگاه میکنید ببینید وقتی جنگ دوم جنگ پایان نیافت ایران و آمریکا کردن که هر کشور که یعنی ضرر می احساس میکنه که از کمونیزم ضرر میبینن میتونن با ما متکی شوند ما حمایت میکنیم و به اساس هم ایران به طرف امریکا رفت و هم پاکستان وقتی که جات شد رفت به طرف امریکا در سیاست روسی اول طوری بود که از طریق ایران به خلیج فارس رخ نکنه را پیدا بکنه وقتی که ایران به طرف امریکا رفت دیگه او برنامه خونسا شد و منت افغانستان و افغان با امی اعلامیه چه را امریکا را گرفتن و بعدا یک نماینده امریکا بنا می ریچارد جیمز آمد در افغانستان که باز دوباره می را کنه و از این طریق چی کنه نفوز بکنه دا سیاست افغانستان باز هم داود خان نپذیرد در زمان صدارت داود خان آمد داد ریچارد جیمز و خاطر او موضوع بیرق سوزی به با, 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 با نه اون مسئله ماجره های دوران شاه خان شما میگین دوره داود خان, خان بود نه صدر اعظم کی بود داود خان بود سال 13 19 55 19 53 شد ما میگم ما این پنج ماجره های بیرقا و قطع کراچی بندر و 18 ما و این چیزها و عملها و و... ها و کنسولگری ها اینها برمیگرده به دوران صدرات شما. صدارت صدارت داوود خان با صدارت داوود خان بعد از شاه خان من اصلا بحث سر است که خود نظام پنج ساله داوود خان به حیث یک نظام جمهوری این چقدر زمینه سازی این حجوم شد چقدر زمینه سازی شد که یک حزب ایدئولوژیک بیایه و گفته میشه که مصیبتی را که امروز افغانستان هم میکشه از حاکمیت اون حزب ایدئولوژیک است که امروز ما مثلا به این مصیبت ببینین لودک آدم هک میگه قرارداد داشت پیمان داشت افغانستان با روسیه از این زمان امان خان هم, هم پیمان تکرار شد در زمان ناده شد از مزایر شا که به اون اساسی و پیمان هیچ کشور سیومی را حق نداشتن که چی بپذیرند پذیرن حمایت شد یا دوستی باورن. با او را با این اساس بود داود خان مجبور افغانستان به طرف سیاست روسی شدن را. و روسا وقتی که بعد سال 1355 بلگانی و آمد در افغانستان برای خروشچوف اولین کمک 100 میلیون دلار به افغانستان داد پشتیبانه که افغانستان به طرف بین ترقی برای او بسازی بکره و او این از اون وقت شروع شدی رابطه از زمان مولا خان شروع شد و داوود خان رو تحکیم کرد رابطه با را و خود به خود افغانستان سیاست روسی اختیار کرد وقتی که سیاست روسی اختیار کرد در دا اینجا دانش آموزا به روسیه رفتن چی نظامی چی ملکی تحصیل کردند و دوچه ایدولوژی کمونیستی را پذیرفتن یا که معتقد باشند آمدن در افغانستان هم در اردو و هم در ادارات ملکی یک کشور بسیار وسیع با وجود آمدن توسط روسا که چه این افغانستان با طرف روسیه با شکل این مورسی هم ادامه بده سیاستش. در اینجا ما اینا گفته نمیتونیم روزها ایمول کد داود خان یا دوختخان چی شد تاثیر پذیر از روسا یک ضرورت بود برشان اینا روسا وقتی که دیجی از دموکراتیک خلق با وجود آمد که مالش تشریح کردن ریش از دا دا, دا دوره هفت پارلمان است و اینا اصلا تشویق کردن از سیاسی سی خلق پرچمی که با وجود آمد موردی مواد تشویق روسا قرار من. گرفت بعد از اون روسا که در دا دولت داوود خان چی نفوس پیدا بکنن و خصوصا داوود خان جناب والوالی جب سپاس از شما پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمیگردیم جناب محمدی شما که تاریخ می نویسین گاهی میگن که خواندن تاریخ ضرورت شده است که ما گذشته خود ببینیم و حال خود درک بکنیم تا در آینده مثلا حرکت درست و مناسب داشته باشیم حالا این حادثه رخ داد کودتای داوود خان اگر خوب بود خراب بود چه عوامل داد رخ داد ولی من میخوام بگم که داوود خان با اون سیاست هایی که داشت با وابسته شدنش بیش از حد به شوروی و مثلا با مخالفت با پاکستان و یک دم باز دوباره برگشتنش از شوروی این سیاست ها بالاخره که چقدر برای افغانستان ناگوار و گران تمام شد به صورت جمع بندی حرف شما را میخوام در این مورد بفهمیم که بالاخره که این مسئله چقدر توانست افغانستان ضرر برسانه و ما امرو فکر میکنیم سال 44 سال است یعنی به این معنی که در این 44 سال ما در جنگ هستیم و این جنگ ها میتونه که یک بخشش بر بگرده به اون سیاست های که خان وقت سیاست ثابت نداشته و آدم. یک سیاست باز ناکام بوده میشه سیاست بازی میکرد و سیاستش هم ناکام بوده و همیشه هیچ وقت ثبات سیاسی نداشت گاهی به طرف حزب دموکراتیک خلق می رفت گای به با طرف خوانیا گای به طرف پاکستان گای به طرف روسیه گای به طرف آمریکا اصلا داوود خان طرفدار روسا نبود او طرفدار نفوذ آمریکا یا بود بار بار از دوره که فرمانده قوای مرکز بوده قندار و اون نظامی امریکایی ها رابطه داشت اونها تشویق میکنه که به افغانستان سلا و مایمات بفروشند و اون هم بر ضد پاکستان با مراتب بار بار شامود خان، داود خان، نعیم خان اینها رفتن کبیر خان لودین و از امریکا تقاضای سلا و مایمات کردند بسار که امریکایی ها به عذاب شد برشان گفت چهار شرط گذاشتن گفت ای موانع قانونی داره شما برتان سلام می‌فروشیم به هیچ وجه علیه پاکستان استفاده نکنیم اینا دیدن که به درد ما دیگه پاکستان استفاده نکنیم یک کاری که داوود خان به چا انداخت و کشور هم به چا انداخت او هم سیاست در مورد پاکستان و پشتونستان است یعنی امی همیشه از دور همین دور میخورد و این سیاستش همیشه ناکام بود او باید میدانست و شاید هم میدانست که هیچ ولی اون ماجرای آخرین دیدارش با بریجنیف چی بوده که برا... میر محمد صدیق فرهنگ میگه که نایم خان که وقتی بر آمدیم گفت که قمار باختیم باختیم. یعنی اون برخوردش با او که تقاضا هایی داشت که پروژه های در سمت شمال به کشورهای ناتو مثلا داده نشه برخورد داود خان یک برخورد بسیار غیر دیپلماتیک بوده فکر میکنین که او تحریک نکرده باشه مثلا یک قدرت بزرگی جهانی و روزه که در برابر خود یک سیاست منطقی و جهانی بود امریکا با عربستان و سعودی مصر و ایران اینا تشویق کرده بود که بعد از به دموکراتی خلق بزنه و رابطش با شوروی واقعتا کنه و دیگه منشأ می گرفت اما یک سیاست غلط از خودش بود در حالی که بیش از 20 میلیارد دلار از شوروی کمک گرفته بود و این گپ برژنف قابل تحمل نبود برای کسی ولی جایی داشت و در جایش از استفاده میکرد او بسیار بیجا استفاده کرد تشکر و سبب شد که اگر رابطه با روسا خراب نمیشد از به خلق کودتا کنه نمیتونست شون رابطه از به خلق هم با شوروی بود به این سبب وقتی رابطش اونجا خراب شد شما میبینید که روسا دستور رو دادن که از به خلق دو جنای بعد متحد شد. و با این دو جنا میر خیبر مخالفت کرد ای یک از عوامل قتل میر اکبر خیبر همین سبب است که او موافقه نمیکرد که ای دو جنا میفهمد که اینا بالاخره آینده ندارن و یک برنامه مشترک هم ندارن اعتقاد هم ندارن و این ناقام میشه او موافقه نکرد از بوری سیاسی پایین ولی پیش از این رویدادها سیاست جهانی یا سیاست خارجی دادخوانم هم بسیار تغییری بسیار بزرگ کرد 180 و این تغییر 180 درجه سیاست خارجی در برابر شوروی خودش یک کار عجولانه بود که شاید برای شوروی خوشایند نبود نه تنها سیاستش در برابر شوروی بلکه در سال آخرش پاکستان در برابر زمامدار پاکستان هم سرخم کرد در مای ماه عمل 1356 است که برای مهاجرین یا پناهنده های پشون گفته که شما با وطن دان میری مرحوم اجمل خطا گفته که ما نمیریم زیاد در قلباز است گفته که نه ما مشکل ما کردیم شما بری و وطنتان گفتم ما نامه گفتن ما را زندانی میکنه گفت نه دیگه هم آزاد میسازه یا یع یعنی نشان بده که از نقطه یک شروع کرده بود 40 چند سال بعد به اون نقطه اولی رسید بازم با ما هم طرف امریکا و کشورهای غربی را بازم با پاکستان صرف هم کرد یعنی جنامی... سیاست ثابت نداشت مشکلشی بود که دو بار، ام علی ای کاکاش تا که ام علی پسر کاکاش زارشا کودتا کرد که بار خطا از ما از داود خان بود تشکر. اگر با جزیات ما سیاسه داود خان تا یک تاریخ نوشه کنیم داود خان مردهش هم محاکمه میشه اگر با جزیات تحقیق بکنیم این مردهش محاکمه میشه تشکر جنر بساط در برابر خودی هم این ویسا خیانت کرده در برابر کاکاش در برابر بشی کاکاش در برابر خانوادی خودش و اونا را بعضی با تحقیق من زبان هم خارج کرد تشکر بساط آقای فکور اگر پس از چهل چهار سال بر بگردیم به رویداد کودتای سرطان 52 و نگاه بکنیم و به سیاست های داود خان شما چگونه ارزیابی میکنین که این رویداد یک رویداد نیک بود در تاریخ معاصر افغانستان یا یک رویدادی بود که افغانستان را با بسیار چالش های بزرگ روبرو ساخت فکر کوم قطن ضروری اقدام نو قطن در افغانستان پا گتن نو دې لکه زاهر خان چې خپل ولیدشي د یو څو سي... مدبر سیاست مدار او مګور ول دغه کار چې کو د تای وکړ نه بخشم د کار څو خطر تر افغانستان مخامخ کی هغه دا چې د اردو انضباط د سېپلین بر هم او چپ راست افراطیان ته ور وشول چې د انقلاب او بیرغ د پروتوکول د لارې قدرت ډیر مشکل دی راسي په اردو کې نفوذ وکړي موازنه د قدرت او بلانس په منځقه کې دمنځه یوړل او اغه سیاسي اختلافات چې باید د خپل د خاندان سره د اکادو زوی سره فسول الکلی وای اغه قو د کوپکو دتال کړل نتیجه د غسول شي افغانستان چې پکودا تاسول بیا شورویان رانوتل او غربیان او بیا افراطی اخوانین درت تقویہ کړل چې نور جګړه په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د لاس واڅخوول د دا داوود خان په کډته د منطقي قدرتونو او نړیوالو قدرتونو تورث یې دل چې تر اوسه یې موږ په اور کې سوځو او موږ نه کړی سویم چې افغانستان چې خپل په فیصله بیرته خپل اننی سیاست راوښلاغی د چا منطقي او خار غریبي واجو فچارایي کې قرار لرو وایت پول سو هر چاته زمينه برابره کوچی زموج سره تجارت او اقتصاد او کی ولی زموج په دولت تاریخ کې دوی باید شرکت ونی کې لکه انیما د ظاهر خان او په دور کې کلچ دی وتوانې دي د اکاده زمون سکل استاد تاریخ په چول وای خلیچي د روسي په لګيټه امریکایي سیکريټ لکا وتر یو ځای کامیاب بو د علمن پروژه امریکایانو تور کړی وي د جلال آباد او خوز تي جرمنیان تور کړو جلالات روسانو تور کړو شوروي او امریکایانو په څول کې افغانستان عايستا اېستا ااباته و د دې ته یو شکرونکی دا شوک, شوک سبب د دې سوچي موږ په دغه بدبختی یختای <تصفح> <تصفح> جاوې منلی فکر وکین زمونږه ان رسیده کې روشن فکر افغانستان تاریخ‌نويسي افغانستان په قضايا از یک منظرګای علمی ببینه بی و همه نارسایی ها بیرون شود در حوادثی که در گذشته بوده تا تکرار نشود اون زمان نظام داوود خان سبب شد که پشت سرش ما یک طوفان سرخ دیدیم حالا دولت مردان فعلی ما آیا نیاز ندارند که یک بار به درون دستگاه خود نگاه بکنن چون ممکن است طوفان سیاهی پیش رو داشته باشیم چیزی که مهم است است که ما نباید تاریخ فقط از دیدگاه اشخاص ببینیم کارهایی را که داوود کرد تنها شخص داود خان در دا مطرح نبود شرایط سیاسی جهانی هم در مطرح بود ایجاد نهضت کشورهای غیر منسلک به رهبری من افغانستان یک ضرورت تاریخی دهه 50 بود و همچنان در افغانستان در دهه 60 زمانی که برنامه‌های اقتصادی پیشرفت افغانستان شروع میشه و رقابت سالم بین اتحاد شوروی و امریکا در افغانستان میخواهند ایجاد بکنند این هم یکی از ضرورت های وقت بود و بالاخره امی ضرورت ها باعث میشه که حوادث شکل بگیره فکر میکنم که اگر ما تنها از دیدگاه اشخاص تاریخ نبینیم و دینامیک تاریخ در مجموع و در شرایط جهانی مطالعه کنیم و موضوعات روشنی درک میکنیم و طبعا امروز هم اگر ما در پانزده بیست سال گذشته همیشه طاریخ افغانستانر از دیدگاه اشخاص مطالعه کردیم و ناکام بوده اما اگر دینامیک های جهانی را محمد نظر می گرفتیم شاید طرح های بهتری به تشکر جناب منل سپاسگزار هسیم از شما جناب ولوالجی به پایان برنامه رسیدیم شما بگوین که آیا کودت های 26 سرطان و اشتباهاتی که رو خود داده میتونه درس های به حکومت فعلی ما داشته باشه؟ بله هر حرکتی که نقص فایده داره هر کشور فاید بر کشور میتونه این موضوعی بررسی قرار بگیره نقاط نقاط اما نقاط مثبتش گرفته شد و نقاط منفیش دور انداخته شد اما اگر با سیاست افغانستان اگر سرش بحث بکنیم яктараф шудани сиёсат дар бадаркати афғонистон аз замон ами дусумас шумо бибинид давраи аввали пордшоиш ибата натонест борои инглизҳо бисоза билоохира дар ҷанги эрод ки ирониё ҳамла карда будан ба тақозои ингилис посухи мусбат надод гуфта пушовура бареам метам ва да ҷанги род шарик мешуд ва инглизҳо ҷанги эродтам бурданд اومده جنگ اول افغان انگلیس شروع بدون جنگ بکنه فرار کرد رفت به بخارا سرنوشت فعلی ما بسیار مشکل است بسیار پیچیده شرایط تغییر خورده است هم در سطح جهانی و هم در دا سطح داخلی ما در دا اینجا سیاست کردن نگذره چی به کار داره یعنی بسیار زیاد فکری خاصی به کار داره که بتونه یک سیاست طوری تنظیم شود که ما نقص نکنه ببینید پلی ای ای این طرف افغانستان روابط داره با آمریکا و ناتو که برایشون کمک کرده برای ما و شما این طرف حرکتی که فعلا با وجود آمده این پیمان شانگهای که در روسیا و چین و ایران قسمان و سوی مانده کشورایش دخیل است فکر و که... جبه ایجاد شده این یک طرف شدن سیاست به نفع امریکا یک کتاز شدن امریکا فعلا امریکا یک کتاز نیسته این طرف در برابرش پیمان شانگهای قرار داره این حال ما این طرف کشورهای آسیای چین و روسیه میخوان که توریسم با او طرف سرایت نکنه و افغانستان خط اول باشه که جنگ صورت میگیره جنگ برخورد نظامی در افغانستان صورت میگیره خو نه سرایت نکنه به طرف این طرف امریکایی میخوان که در افغانستان بمونن و در بوندن افغانستان در اینجا شرطشی است که پاکستان با آمریکا باشه اگر پاکستان با آمریکا نباشه هر کد خوی را که آمریکا در جا با جا بکنه خودت یک بلاتی نداره نابود میشه با از در پیچیده است و قصه نوزگیری هندوستان این اگر ما تعلیل نکنیم اکس درست را نمیتونیم تشکر روال والی جیسی شما بینندگانی عزیز برنامه این هفته ما در همین جا با پایان رسید سپاسگزار از مهمانانی عزیزی خود که در بحث اشتراک کردند و همچنان سپاسگزار از شما که تا آخر برنامه با ما بودید تا هفته آینده و بحث بعدی شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.